عرض سلام دارم حضور شما بینندگان ارجمند. امیدوارم که این برنامه ها مورد قبول شما سروران گرامی قرار بگیرد. یکی از نکات مهمی که در زندگی همه ما به آن توجه می شود و مورد سؤال و پرسش است و در ذهن همه ما هم خطور می کند، این است که آیا دین اسلام یک دین کاملی است که می تواند همه جوانب زندگی انسان را در بر بگیرد؟ آیا دین اسلام مانند دیگر ادیان تنها به امورات شخصی و فردی می پردازد؟ آیا اموری است که تنها در قلب انسان مورد خطاب اسلام قرار می گیرند؟ سوالات متعددی هست در مورد جدایی دین از سیاست، در مورد فردی بودن دین، خصوصی بودن دین و دخالت نکردن دین در مسائل روزمره زندگی. اینها نکاتی است که می تواند امروز با توجه به عرفی شدن مسائل زندگی، بحث سکولار بودن زندگی و اینکه آیا یک مسلمان می تواند سکولار باشد، آیا یک مسلمان می تواند لائک باشد، آیا یک مسلمان باید کاملا مطیع همه گفته ها و اوامر الهی باشد، اگر مسلمانی از این حدود تجاوز کرد آیا کافر است، ظالم است، فاسق است و چه فایده از پیروی اسلام هست و اسلام کدام اسلام است، اسلام کدام مذهب، کدام گروه، کدام فرقه، چه کسی مسلمان راستین است، چه کسی نمونه اسلام است، چه کسی سخنانش حجت است؟ آیا برداشت و استنباط هایی که از دین می شود عین دین است؟ اصول و ضوابط دین اسلام کدام ها هستند؟ ثوابت و متغیرات کدام ها هستند؟ ضروریات دینی کدام ها هستند؟ سوالات فراوانی در این مورد در ذهن انسان ها ایجاد می شود. نیاز به رفع شبهه هست، نیاز به پاسخ های مستدل هست، نیاز به ایجاد شبهه هست و جواب دادن آن هست. بنابراین آنچه که مشخص است، علمای اسلامی از پاسخ دادن به سوالات و از دفع شبهه ها بسیارم خوشحال هستند، زیرا اگر در سری که شک نباشد متون آن سر کدوست و تا شکی نباشد انسان به ساحل آرام یقین نمی رسد و این تحولات در زندگی و این سوالات متعدد در جامعه‌ای که امروز همگی شاهد هستیم دلیل بر ایجاد اعتماد و اطمینان در انسان هاست، به ویژه در شبکه های مانند بیان که بر اساس ایجاد زمینه ارتباط و گفتگو و سوالات و پاسخهای منطقی و اقناع مخاطبین و مشارکت آنها در حل مشکلات بنا نهاده شده است، قطعاً این انتظار می رود که هر کس و هر گروهی و هر دسته‌ای و هر فردی چنان اطمینان خاطر داشته باشد که این تلویزیون را از خودش بداند
و برای مشارکت در پاسخ گرفتن و اطمینان یافتن از مسائل مختلف به این تریبون و به این رسانه مراجعه کند. آیا در اسلام آزادی هست؟ آیا اسلام میتواند جامعه را اداره کند؟ آیا اسلام دین صلح و آشتی است؟ ما در طول تاریخ نمیتوانیم حاکمانی را که بر اثر بیعت یا انتخاب مردم به قدرت رسیدن آنها را توجیه کنیم و آنها را به عنوان نمایندگان اسلام بدانیم. اسلامی که مد نظر ماست اسلام قرآن و سنت است که در عمل وسیله پیامبر و خلفای راشدین متجلی شده است. پس اگر از اسلام سخن گفته می شود و اسلام معرفی می شود، همانا توجه به منابع اصیل و مصادر و سرچشمه های اولیه است. همان اسلامی که پیامبر فرمود اینی ترکت فیکم الثقلین، کتاب الله و سنتی، این دو منبع را و این دو مستر را به عنوان یادگار برای عمل کردن برای ما گذاشت و چیز دیگری را نگفت. پس آنچه که امروز برای مسلمان ها مهم است آشنایی با این دو منبع اولیه است. البته اجتهادات فقها و مجتهدان که هر کدام با اخلاص و با ایمان و به اندازه توان و وسع خود اجتهاد نمودن، هر یک در نزد خدای خود مأجور است و مورد احترام و تقدیر. اما آنچه که برای ما مهم است این است که اسلام یک روش زندگی است، یک روش درست و معتدل برای ایجاد یک جامعه درست. اسلام یک فرهنگ است، یک فرهنگ صحیح و والا در زمین. اسلام تنها عبادت‌های تهی و دعاهای پوشالی و بدون پشتوانه عملی و اوراد و اذکاری که تنها لقلقی زمان است و در درون و در میدان عمل هیچ کاربردی ندارند نیست. اسلام یک اسلوب است، یک روش است که مبتنی بر یک فلسفه عمیق و یک حکمت و یک بنای درست و سازنده است که به هیچ وجه مورد طعنه قرار نمی گیرد. البته در طول تاریخ طعنه زنندگان و معاندان و مستشرقان و بسیاری از افراد طعنه هایی بر اسلام وارد کردن و ایرادهایی وارد نمودن و شبهاتی را در اذهان ایجاد کردن، اما این شبهات و این ایرادها و این سوالات بدون پاسخ نبوده است و اگر چنین نبود امروز اسلام
به این بالندگی در سطح جهان و در میدان رقابت‌های فکری از خود اثری نداشت. پس بنابراین اسلام در هر مقوله‌ای به تناسب زمانها و مقتضیات زمانی و مکانی توانسته است از دیگر مکاتب پیشی بگیرد و هر مکتبی که در هر موردی اگر حرفی برای گفتن داشته باشد، مطمئناً اسلام در این موارد بی بهره نیست یا ضعف و کمبود ندارد. ما باید همیشه این نکته رو در ذهن داشته باشیم که برداشت‌های فردی و یا گروهی ناقص از اسلام را نمیتوان به نام اسلام به مردم معرفی کرد، همچنان که نمیتوان برداشت یک مفسر یا یک فقیه را از دین عین دین دانست. آنچه که جوهر دین است و گوهر دین و لب دین است، این ویژگی های مشترک و ارزش های ذاتی بشری است که برای هر انسانی صرف نظر از دین، مذهب، نژاد، رنگ و طبقه داری ارزش است. پس بنابراین می توانیم به این مسئله اشاره کنیم که در منابع معرفتی بشری و عقیدتی انسانی این نکته را به خوبی ثابت کنیم که دین اسلام یک دینی است به عناوین مختلف و در زمانهای مختلف و در موارد مختلف می تواند با پیشبینی ها، با مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، با فطرت انسان ها سازگار باشد. شاید کم اطلاعی و محدود بودن افق فکری انسان ها در دوره های مختلف نتواند آنگونه که شایسته است از آیات و احادیث برداشت درستی داشته باشد، اما مرور زمان و تغییرات روزگار و توسعه علوم و ترقی فکر و فهم بشری چنین مسائلی را به خوبی تبیین و توضیح می کند. امروز از آگاه شدن انسان ها به مسائل مهم در زندگی بشری می توانیم به خوبی پی ببریم که اسلام به مقوله های مهمی مانند کرامت انسانی و حقوق بشری قبل از قوانین جدید و قبل از کنفرانس‌ها و کنفرانس‌های بشری تأکید فراوانی نموده است. فعلا میان پرده رو مشاهده میکنیم تا لحظاتی به سوی شما بندیم.